اسرائیل و امارات در کنار هم و با آمریکا جبهه متحدی علیه ایران تشکیل خواهند داد. پیام صلح بر پیکر پرنده آهنی، اولین پرواز تجاری اسرائیل به امارات در ابوظبی به زمین نشست. عربستان هم آسمانش را به روی هواپیمای اسرائیلی باز کرد. این تحولات چه پیامی برای خاورمیانه دارد و معنایش برای ایران چیست؟ این سوال ما از مهمانان برنامه است. همچنین در برنامه امشب من خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. جزئیات تازه از پرونده نوید افکاری، کشتیگیر سابق تیم ملی ایران و برادرانش میگویند تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف شدند. قوه قضاییه رد میکند. اختلاف بر سر شورای عالی مصالحه افغانستان. عبدالله عبدالله میگوید تعیین اعضای شورا از اختیارات اوست، نه رئیس جمهوری. ما گرفتیم، نوش گرفتیم، بالاش کشیدیم، دستش گرفتیم. ربودن یک جرعه آب از دهان تمساح‌ها. کودکان سیستان و بلوچستان همچنان قربانی فقدان آبرسانی در روستاها می‌شوند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. پرواز 3 ساعته‌ای که امروز 70 اسرائیلی و آمریکایی را به امارات متحده عربی برد، لحظه ای تاریخی را رقم زد. هواپیمایی متعلق به اسرائیل که از حریم هوایی عربستان هم عبور کرد. مسیری که معمولاً به روی هواپیماهای اسرائیلی بسته است. روابط بین دو کشور به سرعت به سمت عادی شدن پیش می رود. همزمان صحبت از کشور دیگری است که به زودی با اسرائیل به صلح می رسد. نشانه هایی از تمایل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم برای عادی سازی روابط با اسرائیل موجود است، هرچند فشار افکار عمومی در این کشور مانعی است که کار را برای او دشوار می کند. در شرایطی که موازنه قدرت در خاورمیانه در حال تغییر است و دشمنی با حکومت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کشورهای منطقه را به هم نزدیک کرده، ایران تا کی می خواهد بر طبل اسرائیل ستیزی بکوبد؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از مخالفان حکومت در ایران بارها در خیابان‌ها فریاد زدند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرین ناصمی. فرود پرواز صلح در فرودگاه ابوظبی، آغاز فصل جدیدی در خاورمیانه. دو نماینده از دولت آمریکا و نمایندگانی از اسرائیل با این هواپیما وارد امارات شدند برای مذاکره با مقام‌های امارات متحده عربی و آنطور که آمریکا می‌گوید برای اتحاد در برابر ایران. در حال حاضر بزرگترین تهدید در منطقه از نظر ما ایران است. این هم گفته‌های مشاور امنیت ملی آمریکا در فرودگاه ابوظبی. توافق اسرائیل و امارات گام قابل توجهی در طول 25 سال گذشته بوده به سوی صلح در خاورمیانه. در طولانی مدت حکومت‌ها افکار قدیمی و شکایت‌هایشان را کنار گذاشته و آینده بهتری را رقم می‌زنند. آینده‌ای از منافع و اهداف مشترک. اسرائیل و امارات در کنار هم بیش از همیشه امنیت خواهند داشت. با هم و با آمریکا جبهه متحدی علیه ایران تشکیل خواهند داد. ما معتقدیم که کشورهای عرب و مسلمان دیگری به زودی راه امارات را خواهند رفت و روابطشان را با اسرائیل عادی خواهند کرد. پرواز 971 از اینجا فرودگاه بنگورین در تل آویو بلند شد. با خوشامد خلبان به 3 زبان انگلیسی، عربی و عبری. اینها هم مسافرانی هستند که با این پرواز به امارات رفتند و اینجا در حال ثبت این لحظه تاریخی هستند. این اولین بار است که عربستان سعودی به یک هواپیمای اسرائیلی اجازه عبور از آسمانش را می‌دهد. تل آویو می‌گوید عادی شدن روابط با امارات درهای تجارت و گردشگری را باز خواهد کرد. مذاکرات منتشر نشده زیادی با رهبران عرب و مسلمان برای عادی سازی روابط با اسرائیل در جریان است. اواسط ماه جاری توافقی با حمایت آمریکا میان اسرائیل و امارات متحده عربی انجام شد. این توافق تضمین می‌کند که اسرائیل طرح‌هایش را برای ضمیمه کردن بخش‌های بزرگی از کرانه غربی به حالت تعلیق درمی‌آورد.
آقای نتانیاهو مدت‌ها به دنبال انضمام این بخش‌ها به خاک کشورش بوده. به جز برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور، راه اندازی سفارتخانه در پایتخت‌های یکدیگر هم از نتایج این توافق است. با وجود اینکه اسرائیل و امارات روابط دیپلماتیک رسمی نداشتند، در سال‌های گذشته وزرای اسرائیلی از این کشور دیدار کرده بودند. دو کشور قدرت نظامی زیادی دارند و هر دو نگران فعالیت‌های ایران در منطقه هستند. ایران این توافق را خیانت نامیده. فلسطینی ها هم عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات را خنجری از پشت تعریف کردند. اینها جوانانی از امارات و اسرائیل هستند که پرواز صلح را آنلاین دنبال کرد و با هم چت کردند. شاید آغازی برای صلح و دوستی بیشتر بین دو ملت. فرین عاصمی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره مجید تفرشی، تاریخ نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ماست و کاملی انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندیپندنت فارسی از دبی به ما پیوسته. خوش آمدید به برنامه. آقای تفرشی، با شما شروع بکنیم. فکر میکنید که این تغییر موازنه در خاورمیانه آیا چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ سلام بر شما و بینندگان شما و مهمان محترم برنامه. ببینید، مسئله عادی سازی روابط اسرائیل و امارات به مفهوم واقعی کلمه عادی سازی نیست، بلکه آشکارسازی روابط امارات و اسرائیل هست. دو کشور از تقریبا از سال 2010 روابط پنهانی با هم داشتن و دیدارهای بین سران کشورها از جمله بین آقای نتانیاهو و آقای عبدالله ابن زاید انجام شده بود و همینطور در مراحل مختلف از نظر امنیتی و از نظر اقتصادی مناسباتی بین دو کشور وجود داشت، ولی الان مسئله آشکار شده. یکی از تلاش‌هایی که در صورت میگیره که این مسئله رو به طور مستقیم علیه ایران و به عنوان یک شکستی برای ایران تلقی کنن، که به نظر میرسه که در این مسئله کاملا اغراق میشه. برای اینکه اگر قبلا ادعا میشد که ایران مانع اصلی صلح اعراب با اسرائیل هست، الان می‌بینیم که مواضع ایران در مسئله عادی‌سازی رابط امارات و اسرائیل مواضع نسبتاً متعادل و خیلی نسبتاً کمی بوده نسبت به مواضعی که میانه روهای فلسطینی داشتن، از جمله سازمان آزادی فلسطین و دولت محمود عباس و حتی افراد میانه روی در اون، خود محمود عباس و صاحب بریقات که با تعابیر و ادبیات بسیار تندتر و خشنتری از ایران با این مسئله مواجه شدن. و مسئله مهمتر اینه که از ابتدا تا انتها این عادی سازی روابط رو، به اصطلاح عادی سازی روابط رو، گامی برای بهبود شرایط فلسطینی ها و حل مسئله صلح بین فلسطین و اسرائیل تلقی میکنن، در صورتی که از ابتدا تا پایان این روندی که در روزهای اخیر انجام شده هیچ نامی از فلسطینی ها نیست. در این هواپیما به تعبیری که روزنامه‌نگاری عرب گفتن، یک نفر فلسطینی حضور نداشت. در کل مذاکرات، در کل مناسبات و تشریفات فلسطینی‌ها غایب بودند و صرفاً یک اقدامی رو که اسرائیل در واقع برخلاف کل جامعه بین‌المللی می‌خواست انجام بده و اون مسئله شهرک نشینی بود رو، اون هم به طرز خیلی محدود و برای دوره کوتاهی فعلا کنار گذاشته و تنها چیزی که عاید فلسطین ها در این ماجرا شده این موضوعه و هیچ چیزی این ماجرا برای فلسطین ها نداشته. مسئله راهی برای بهبود مسئله تنش بین فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله فراموش کردن و دور زدن و نادیده گرفتن فلسطین است به نفع مطامع سعودی در ابتدا و بعد هم امارات متحده. خانم انتخابی فرد، شنیدی صحبت آقای تفرشی رو؟ میفرمایند که این اقراق اگر که گفته بشه ایران شکست خورده در نتیجه این توافق. منم اجازه بدید که سلام عرض بکنم خدمت آقای تفرشی، شما بینندگان محترم. من فکر میکنم که یه مقدار زیادی بزرگ نمایی شده در نشان دادن توافقی که بین امارات متحده عربی و اسرائیل انجام گرفته، به این معنا که پیش از آن، قبل از اون که آقای تفرشی اشاره کردن مذاکرات مخفیانه ای باشه، خیلی علنا کشور مصر، بزرگترین کشور جهان اسلام با جمعیت 100 میلیونی، در سال 1979 رابطش رو با اسرائیل عادی کرد و این کشور رو به رسمیت شناخت. و بعد از اون کشور اردن بود. اردن میدونیم که تولیت منطقه قدس رو بر عهده داره، فامیل شاه حسین و بعد از اون پسرشون ملک عبدالله، اونها هم سال 1994 اسرائیل رو به رسمیت شناختن و بعد از اون خب موریتانی هم بوده.
و همینطوریم قطر. قطر درسته که روابط عادی نداره به این طریق که توافقنامه امضا کرده باشه، ولی در سال 1996 شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از این کشور دیدار کرد و میدونیم که بخش اقتصادی و بازرگانی اسرائیل رسما افتتاح شد در قطر. برای امارات کار جدیدی نکرده. کاری که امارات انجام داده بس به منافع ملی این کشور بوده. کشوری هستش که توریست، بازرگانی، اقتصاد، کشاورزی، تکنولوژی برای این کشور اهمیت زیادی داره و اسرائیل از این لحاظ از منافع مختلفی رو میتونه به امارات برسونه و مهمتر از اون مسئله صلح و امنیت در خاورمیانه هست. امارات در جای واقع شده که همسایه جمهوری اسلامی هست، کشوری که در صدور شیعه‌گری، در حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه باعث ناامنی شده. ما دیدیم که در بحرین چطور حمایتی که از شیعیان کردن باعث خیزش بزرگی شد که متاسفانه جان صدها شیعه این کشور رو گرفت. ایران عامل اصلی هستش که امروز به طور آشکار ما داریم میبینیم که امارات متحده عربی روابط خودش رو عادی کرده، اما این عادی شدن به معنی اون نیستش که اونطوری که شما در برنامه فرمودید یا آقای قریشی اشاره کردن عربستان سعودی هم کشور بعدی باشه. خیر، هنوز هم آرمان مردم فلسطین و داشتن قدس به عنوان پایتخت رسمی این کشور یکی از آرمان‌های بزرگ کل مسلمانان منطقه هست. حتی امارات متحده عربی هم قدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناخته و سفارتشون رو هم همچنان در تل آویو باز خواهند کرد، نه در قدس شریف. البته اضافه کنم خانم، انتخاب فرد ما نگفتیم که عربستان کشور بعدی، گفتیم نشانه هایی وجود داره که محمد بن سلمان تمایل داره به عادی سازی روابط. اصلا نشانه وجود نداره مبنی که در حال مذاکره برای توافق هستن. بسیار عالی. آقای تفرشی، شنیدید صحبت های خانم انتخاب فرد رو که گفتن بسیاری از کشورهای منطقه منافع ملی رو ترجیح دادن به همین دلیل در پی برقرار کردن ارتباطات با اسرائیل بودند. فکر میکنید که جمهوری اسلامی تا کی حاضر منافع ملی رو قربانی سیاست‌های ایدئولوژیکش در منطقه بکنه؟ بله، وقتی شما صحبت از منافع ملی میکنید هر کسی تعبیر خودشو داره. اولا یک نکته در صحبت خانم انتخابی فر بود و اون این که در مسئله بحرین، کشوری که دو سوم و بیش از دو سوم جمعیت شیعه داره و اون شیعیان هیچ حقی در اون حکومت ندارن، دخالت یا عدم دخالت ایران مشکلی رو برای مشکل رو میتونه حل کنه یا نمیتونه حل کنه. دخالت ایران واقعا یک افسانه است در ماجرای بحرین. مردم بحرین بسیاریشون ایرانی تبار هستن، بسیاریشون شیعه هستن و هیچ حقی در حکومت ندارن و در واقع کشوری که الان دست نشانده و مستعمره مطلق سعودی هست رو نمیشه گفت که ایران داره هر کاری بخواد اونجا بکنه. مردم اونجا ستم دیدن از بدو تاسیس بحرین، شیعیان هیچ حقی نداشتن در اونجا و بنابراین حکومت بحرین هم یک حکومت کاملا دستش انداز. یه نکته. نکته دوم که در مسئله امارات، در خود امارات متحده عربی هم در موضوع عادی سازی روابط با اسرائیل اختلاف نظر وجود داره. شما در این همین مذاکرات دیدید که نشانی در این مذاکرات از نخست وزیر و به اصطلاح قدرتمندترین مرد اقتصادی امارات در این مذاکرات نبود، یعنی پادشاه دبی شیخ محمد و اختلاف حاکم دبی و اختلافات بین دبی و ابوظبی در این مذاکرات کاملا آشکاره و می‌بینید که ابوظبی طبیعتاً پیرو سعودی است و علاقمند به رویارویی با ایران از هر جهت است و تضعیف ایران. دبی همچین حالتی نداره و این اختلاف نظر رو اینجا می‌بینید در این ماجرا. و مسئله سوم اینه که در مسئله صلح بین اسرائیل و امارات چیزی که وجود نداره و ادعاش هم کمتر مطرح شده مسئله فلسطین است. اینکه امارات بیاد بگه ما بر اساس منافع خودمون این کارو کردیم، خب امری که میشه راجع به صحبت کرد، ولی این ادعایی که ما برای فلسطینی‌ها این کارو کردیم و در واقع برای آرمان فلسطین کردیم امری که کاملا واهیه و همونطور که شما گفتید به درستی بر اساس منافع، نه تنها منافع امارات، بیشتر منافع ابوظبی تا بیشتر. متشکرم آقای تفرشی، ولی پاسخ سوال من رو هنوز ندادید که ایران تا کی میخواد پافشاری بکنه بر اسرائیلی ستیزی در شرایطی که مردم خودش دارن هزینه این سیاست رو میدن. ببینید این رو باید شما با من نباید صحبت کنید، با مقامات ایران باید راجع به صحبت کنید. مسئله اینه که ایران سیاستی که داره سیاست کاملا مبتنی بر نادیده گرفتن و به اصطلاح نقض حاکمیت و هویت اسرائیل هست و این سیاست رو به نظر من ایران تا حالا تونسته انجام بده، هزینه هم بابتش داده، هزینه سنگینی هم بابتش داده. تا کیش رو باید در واقع مناسبات ایران با جامعه بین‌المللی انجام میده. وقتی که عربستان و امارات و اسرائیل
و دولت کنونی آمریکا به شدت طرفدار منزوی کردن و نادیده گرفتن یا دور زدن و نقض حقوق بدیهی ایران هستند، طبیعیه که سیاست ایران هم تغییر نخواهد کرد. اگر قرار است سیاست ایران تغییر کنه، یک طرفه نخواهد بود. این کشورهای منطقه و امریکا و اسرائیل هم هستن که سیاستشون باید تغییر کنه. این تغییر یک جانبه صورت نمیگیره، یک جاده دو طرف است. خانم انتخابی فرد، شاهد تغییر موازنه سیاسی در منطقه هستیم و در واقع بسیاری از کشورهای منطقه ایران رو دشمن مشترک میدونن و به نوعی میشه گفتش که اصلا مسئله فلسطین به حاشیه رونده شده. فکر میکنید که در طولانی مدت چه تأثیری بر موضع ایران خواهد گذاشت این موضوع؟ موضع ایران به نظر من به این ترتیب پیش میره که بخواد از این گروه های شبه نظامی در فلسطین بیشتر حمایت بکنه و حتما یک موجی خواهیم دید از واکنش هایی که حامیان جمهوری اسلامی در منطقه و علیه کشورهایی که میخوان روابط خودشون رو با اسرائیل عادی بکنن ممکنه که پیش بیاد. اما یه اجازه بدید بازم برمیگردم، اما در مورد عربستان سعودی هم همچنان اصرار دارم بگم که هیچ نشانه‌ای وجود نداره برای عادی سازی رابطه با اسرائیل. و اگر که دیدیم گذاشتن که امروز پرواز اسرائیل از خاک عربستان سعودی از کوریدور هوایی این کشور به سمت امارات بیاد، این نشانه ای نبود که میخوان عادی سازی بکنن رابط رو با اسرائیل. نشان دهنده این بود که سیاست عدم مداخله در امور داخلی امارات متحده عربی رو پیشه کردن. و بعد از اون هم بعد بگم سال پیش هم آقای مودی که از هندوستان به سمت اسرائیل میرفتن، بهشون اجازه داده شد که از فراز خاک عربستان سعودی برن و الان هم پروازهای بین هند و اسرائیل همچنان از فراز خاک عربستان سعودی انجام میشه، در حالی که قبل از اون امکان این اصلا وجود نداشت که هیچ پروازی به سمت اسرائیل و از کوریدور هوایی عربستان سعودی انجام بشه. پادشاه عربستان ولیعهد این کشور، اینها در دستشون خادمین حرمین شریفین هستند، قبله اول مسلمانان در عربستان سعودی هست و هنوز اون شرایطی ایجاد نشده که بخوان با اسرائیل شرایط رو عادی بکنن. هر چند که جمهوری اسلامی رو بخوان اونطور که در برنامه آقای تفرشی گفتن یک کشوری ببینن که منافعشون داره تهدید میکنه، هنوز هم اصرار دارن که طرح ملک عبدالله بهترین طرح هست، که اون طرحی هستش که دو کشور فلسطینی و اسرائیل در کنار هم دیگه تشکیل بشن. در شرایط فعلی ممکنه کشورهای دیگه هم بخوان قدم بگذارن و روابط خودشون رو عادی بکنن، مثل عمان، مثل بحرین، ولی این کشور عربستان سعودی در شرایط فعلی نخواهد بود. آقای تفرشی، شما فکر میکنید که اگر عربستان نه، کدام یک از کشورهای منطقه ممکنه کشور بعدی باشند که با اسرائیل توافق کنند؟ ببینید، به نظر من عربستان به اندازه کافی مهیا است که هم خودش و هم متحدین نزدیکش مثل بحرین با اسرائیل رابطه رو برقرار کنن. برای اینکه برای مسئله عربستان پیروز من نشان دادن آقای نتانیاهو و دامادشون آقای کوشنر خیلی مهمه برای انتخابات، برای خوراک دادن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای کوشنر طرحش در مسئله معامله قرن به نتیجه نرسید، شکست خورد. طرحش در مسئله هویت دادن به بیت المقدس کاملا اسرائیلی شکست خورد و حالا به دنبال این هستن یک پیروزی قبل از انتخابات به دست بیارن. این یه نکته است. نکته بعدی اینه که به نظر من بحرین مستعد این کار هست، منتها هنوز شرایط مهیا نشده. خود سعودی هم به نظر من اگر لازم باشه وارد این عمل میشه. مسئله تارگت قرار دادن ایران، هدف قرار دادن ایران علیه این بازی به نظر من خیلی جالبه، برای اینکه در سالهای قبل از انقلاب کشورهای عربی مدام حکومت ایران و شاه ایران متهم میکردن که با حمایتش و ارتباطش از اسرائیل داره بازی عرب علیه اسرائیل رو به هم میزنه. الان هم دقیقا همون برای ایجاد شده. ایران ستیزی پاورجاست، تعابیرش تغییر کرده. شما اگر فکر میکنید که قبل از انقلاب مناسبات کشور عربی با شاه در بهترین شرایط بوده، اشتباه میکنید. در اون موقع هم اتفاقا همین ایران ستیزی وجود داشت، منتها زورشون نمیسته، چون ایران با ارباب دنیا بسته بود و زورشون نمیسته. حالا توانشو دارن و پولشو دارن نسبت به اون موقع و میتونن ایران رو به اصطلاح تحت فشار به خیال خودشون قرار بدن. ولی به نظر میرسه که مسائل منطقه فراتر از این است که به تعبیری که خانم انتخابی فر چند بار گفتن شبه نظامیان طرفدار ایران. شبه نظامیان منطقه عمدتاً وهابی بودند، طرفدار سعودی بودند، چه در افغانستان چه در کشورهای دیگه، و کسانی که دارن دهشت افکنی میکنن و تروریسم مصادره میکنن همه آموزه های سلفیگری و وهابیگری و آموزه های منبعث از پادشاه سعودی دارن. حالا الان درسته که ظاهر قضیه اینطور نیست، ولی در عمل منطقه به دلیل سیاست های خامدستانه محمد بن سلمان هست که ناامن شده، نه به خاطر سیاست ایران. خانم انتخابی فرد،
اصلاحاتی که در عربستان سعودی انجام گرفت توسط محمد بن سلمان نشون داد که 60% جوانان عربستان خواهانش بودن. اقداماتی که انجام گرفت، همونطور که آقای قریشی گفتن، سلفی ها و وهابی ها ممکنه که مخالف بودن و 100% مخالف بودن و اختلال ایجاد میکردن، اما جوانان پشت این اصلاحات بودن، مثل آزاد شدن موزیک یا رانندگی زنان، اصلاحات اجتماعی دیگه که همه رو میتونیم بگیم که واقعا جوانان که جمعیت بزرگ 330 میلیونی جهان عرب هستن و بخشی از اون در سعودی هستن، همه پشت این اصلاحات هستن. چرا؟ چون عصر امروز دیگه عصر جهادیگری و عصر جنگ نیست. مردم کوچه و بازار خواهان صلح هستن. درسته ممکنه یه تعدادی بالای 60 سال هنوز به ایده جهاد و مقاومت فکر میکنن، ولی جوانان امروز در کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی دارن حمایت میکنن و پشت این اصلاحات هستن. و عربستان سعودی هم داره سعی میکنه نشون بده که میخوان فاصله بگیرن از افراطگرایی. یکی از دلایل بزرگی که داریم میبینیم در یک سال دو سال گذشته، حتی تن دادن به وجود کنفرانس هایی در بحرین به خاطر معامله قرن یا گفتگوهای صلح با اسرائیل، از همین نشأت میگرفت که ایالات متحده نشون بدن که پشتیبان صلح هستن. و آقای قریشی مطلب خوب رو گفتن. طرح صلح قرن به نتیجه نرسید، به این دلیل که کشورهای عرب حامی نیستن در شرایط فعلی بخوان اسرائیل رو در شرایطی به رسمیت بشناسن که حقوق فلسطینی ها به رسمیت شناخته نشده. صلح امارات و اسرائیل هیچ گونه ربطی به مسئله مناقشه فلسطین نداشت و آقای انور قرقاش وزیر دولت در امور خارجه صراحتاً گفتن که این در مورد فلسطین نیست، اما موقعیتی رو هم برای مردم فلسطین ایجاد کرده که بتونن امکان گفتگو داشته باشن طبق اون چیزی که امارات از اسرائیل خواست، که شهرک نشینی و ساخت و سازها رو در منطقه کرانه باختری متوقف بکنه. اما باز من فکر میکنم که هیچ ارتباطی نداره به مسئله انتخابات. اگر وقت داشته باشیم میتونم بگم که طرح صلح قرن آقای ترامپ ناکام بوده. در سیاست خارجی دیدیم با کره شمالی به نتیجه نرسیدن، برجام به هم خورد. اصلا در ایالات متحده آمریکا اونطور که من زندگی میکنم و میبینم، پرداختن به سیاست خارجی مشتری نداره. ممکنه که لابی های یهودی ها حمایت بکنن و چند هفته پشت این صلح ایجاد شده توافق بین امارات و اسرائیل بخوان کمی برای آقای ترامپ تبلیغات بکنن، اما حقیقت اینه که برای مردم آمریکا الان مسئله اقتصاد مهمه، مسئله کرونا مهمه. الان ایالات متحده بیشترین تعداد قربانی رو داره، آمار مبتلایان داره بالا میره. اینو مسئله هستش که برای مردم در آمریکا موقع انتخابات مهمه و آقای ترامپ شاید یکی دو هفته بتونن روی این موضوع امارات و اسرائیل مانور بدن، ولی واقعا کمکی بهشون برای انتخابات نداره. متشکرم آقای تفرشی. جنبندی نهاییتون کوتاه لطفا. حتما سیاست خارجی در انتخابات آمریکا نقش داره، البته نقشش همطور که فرمودند کمتر از نقش مسائل داخلی است، ولی مهمتر از اون هدیه است که حکومت محمد بن زاید و حکومت کودتایی محمد بن سلمان که از پی دو تا کودتا بر سر کار اومده، کودتا علیه بقیه برادران آل سعود و بعد علیه محمد بن نایف، این هر دو این یک هدیه و پاسگلی است که به آقای نتانیاهو دادن در بحبوحه مشکلات عدیدی که داره و در واقع تقویت میکنه حکومت محمد بن نتانیاهو و تلاش برای این است که قبل از انتخابات در آمریکا نشون بدن که بالاخره در یک مورد در سیاست خارجی توفیقی سیاست خارجی آمریکا داشته و جز مسئله و جز شکست یک پیروزی هم برایش رقم زده بشه. بنابراین هدف قرار دادن ایران در این ماجرا و مسئله ربط دادن این ماجرا به ایران ستیزی و ایران هراسی که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس دارند و به رهبری سعودی یک امریه که اغراق شده و به نظر من کاملا واهیه. متشکرم خانم انتخابی پرچم. هم کوتاه لطفا جنبندیتون رو بشنویم. من همچنان فکر میکنم که یه نکته بود که نگفتم و اون در مورد امارات بود. آقای تفرشی فرمودن که دبی حمایت نمیکنه از سیاست ابوظبی. اینطور نیست. اینجا یک کشور هست، دبی یک امیرنشینی هست که شیخ محمد حاکم دبیه. مذاکرات داره توسط ولیعهد و رئیس جمهور این کشور جلو میره. این مثل اینه که مثلا ما بخوایم بگیم چرا در یکی از ایالت‌های آمریکا یکی از فرمانداران در مذاکرات مربوط به برجام شرکت نداشته یا نبوده. اینطور نیستش. واقعا داره طرف یک کشور و با هماهنگی همه جلو میره و آقای انور قرقاش که وزیر دولت در امور خارجه هستن از دبی هستن که به عنوان سخنگو و در جلو دارن صحبت میکنن. نکته دیگه هم در مورد
معذرت میخوام اگه اجازه بفرمایید، در مورد ایران هراسی بود. با ایران هر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه هست که باعث شده این رابطه بین کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس با ایران قطع بشه و واقعا نگاه بکنن ببینن که کجا باید با چه کسی دوستی داشته باشن، صلح داشته باشن که از منافعشون بتونن در منطقه دفاع بکنن. اقدامات زیادی انجام گرفت که سعی بکنن با ایران رابطه رو بهتر بکنن، ولی اون قدم‌های مثبت از طرف ایران برداشته نشد. و من فکر می‌کنم اگر فلسطینی‌ها در این مناقشه دارن ضرر می‌کنن، دقیقاً تخت جمهوری اسلامی هست نه کشورهای منطقه. کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندیپندنت فارسی، و مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با معرفی اعضای این شورا از سوی رئیس جمهوری مخالفت کرد. آقای عبدالله گفته تعیین اعضای این شورا در حوزه اختیارات اوست. دو شب پیش اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی کرد. این اقدام واکنش‌های زیادی در پی داشته. شورای عالی مصالحه نهادی مشورتی برای تعیین سیاست‌های دولت در زمینه مذاکره و صلح با طالبان است. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. ارگ برای پاسخ به واکنش‌ها و مخالفت‌ها در ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه حاضر شده. می‌گوید با وجود فرمان رئیس جمهوری در مشوره هنوز هم باز است. هرچند فهرست اعلام شده پیش از این هم با هماهنگی رهبر شورا تهیه شده بود. پیش از اینکه لست نهایی شود، تلاش‌ها برای چند هفته ادامه داشته. و این مشترک بوده، قسمی که معرفی اعضای خود از شورا هم یکی از مسئولیت‌های خود شورا هست که باید به حکومت آورده شود. رئیس جمهور در رأس تعیین میکنه، اما مشوره ها در بین تیم‌ها مختلف بوده. حال حکومت افغانستان همچنان به مشوره و رایزنی باور دارد. با این حال دفتر شورای عالی مصالحه با انتشار اعلامیه‌ای گفته مطابق به تفاهم نامه سیاسی، تعیین اعضای شورا در صلاحیت رئیس شوراست و نیازی به فرمان ریاست جمهوری ندارد. اعضای معرفی شده نیز ملاحظاتی داشتند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین که نامش در صدر این فهرست است، عضویتش در شورای مصالحه را رد کرد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم با نشر اعلامیه‌ای گفته در مورد درج نام صلاح الدین ربانی رهبر این حزب در فهرست شورای مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نخواهد کرد. رحمت الله نبیل، رقیب سیاسی آقای غنی در انتخابات گذشته هم که نامی از او در فهرست دیده نمی شود، تشکیل شورای مصالحه را معامله ننگین و سلیقه‌ای خوانده. انتقادها تنها از جانب سیاستمداران نبوده. جوانان هم صدا بلند کردند. ما به گونه اعتراض صدای ما را بلند میکنیم. از دولت و همچنان از تپیدار تقاضا میکنیم جوانا را سهم بتن و صدای ما را بشنوند. به عنوان 67% نفوس این مملکت ما حق داریم اعتراض بکنیم. شبکه جامعه مدنی نیز ترکیب فهرست را نامنصفانه خوانده به دلیل عدم حضور نمایندگان قربانیان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و جوانان. آنچه فرمان و فهرست منتشر شده ارگ نشان می‌دهد، بر علاوه هیئت رهبری، این شورا دارای اعضای عالی رتبه دولتی و اعضای غیر دولتی به شمول زنان، سیاستمداران و چهره‌های جهادی خواهد بود. در فرمان آقای غنی آمده که شورای عالی مصالحه تا یک هفته پس از اعلان اعضای رهبری و اعضای شورا مکلفند تا نمایندگان منتخب را برای مجمع عمومی ترتیب و نهایی کند. حالا فرمان یک طرف قاطع و مخالفت ها طرف دیگر این قضیه که سرنوشت شورای مصالحه را یک بار دیگر گنگ و مبهم کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین سازمان امنیت ملی افغانستان از کابل با ماست. آقای نبیل خوش آمدید به برنامه. شما در واکنش گفتید که این شورای عالی مصالحه نیست، شورای معامله ملیه. منظورتون چی بوده؟ آقای نبیل صدای منو میشنوید؟ میشنوم. سوال منو شنیدید؟ من تکرار میکنم، فکر میکنم سوال منو شاید نشنیده باشید. شما در مطلبی فرمودید که از دید شما این شورای عالی مصالحه ملی نیست، شورای معامله ملیه. منظورتون چیه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شما.
اگر اجازه باشه ما برای می پرسش شما یک مقدمه کوتاه بگویم. خب ما در افغانستان، مردم افغانستان از مدت 40 سال اگر بگویم به یک دلیل انحصارگرایی را پرداخته و او و کوچک بینی دیگر را بوده، چو بس به دید فکر بوده، چو بس از دید انحصار قدرت بوده، چو بس از دید انحصارهای مختلف بوده. ما تشویش ما ایست که متاسفانه تمام کسایی که در 40 سال گذشته به یک طور به یک شکل در قضای افغانستان متاسفانه ناکام بودن، چی او در مسائل فکری ایدئولوژیک بوده، چی در مسائل مختلف، همین صلح در انحصار از اینا هم قرار نگیره، بلکه ای بیشتر بحث افغانی شود، چون انحصار در داخلی بیشتر باعث از این میشه که صلح ما نیابتی شود و در بیرون تصمیم گرفته شود. ما دید ما ایست که ما قیمت متاسفانه بسیار گزافه را در گذشته پرداختیم و ما باید در بحثای صلح خود، در بحثای حکومتداری خود، در بحثای نظام آینده و دستاوردهایی که است مردم افغانستان به طور شفاف دخیل باشن و بدانن و این صلح از انحصار مسائل برد و باخت برای در دستوانه. با احترام به همشون، شما ببینید چهرهایی که در این لست شامل شده بیشتر از دو فکر است، یا 100% گذشته مثل طالبا دارن و دیدگاهشان تقریبا بود و تقریبا مشکلاتی که بر افغانستان فعلا پیش شده در گذشته هم پیش شده بوده، و همچنان حکومت متاسفانه چهره‌ای را معرفی کرده که اونا کاملا مخالف صلح هستند. کاملا این خودش باعث یک کشمکش داخلی میشه و ما با یک موقف ضعیف به پروسه صلح میریم. ما میگیم که هر قدر ما صلح را از انحصار بیرون انتقال بدیم به داخل و ما در داخل به یک همپذیری برسیم، چی از دید قومی باشه، چی از دید تباری باشه، از هر نگاهی که باشه، فکری باشه، ما باید اینجا چونین یک صفحه را تشکیل بدیم و بعدش بریم به طرف مذاکرات صلح. متاسفانه در لست همین مشکل اساسی همیست. ما تشویش ما از تاریخ تلخ ولی سرمایه ملی ماست. صحیح. آقای نبیل، اصلا در جریان هستید که به چه شکل این فهرست تهیه شده که این میزان مخالفت باهاش مطرح شده؟ حامد کرزی نامش در ابتدا گفتن در لیست، بعد اعلام کرد که در لیست نیست، الان میدونیم که عبدالله اعتراضاتی داره. این لیست چطوری تهیه شده در وهله اول؟ خب ببینید، دکتر صاحب عبدالله تألیف اجرا کرد، من حیث یک مسلمان، من حیث یک مجاهد، من حیث یک کسی که دعوای افغانستان میکنه، اما به خاطر ظاهرا بدون شک به خاطر منفعت ملی گفت که ما در رأس شورای مصالحه قرار میگیریم و این منازعه ختم شد. در غیر از او، اونا میتونستن به والیای خود معرفی کنن و به مو چیز تنش دوام بتن، اما به این قناعت کردن. حال متاسفانه قسمی که دیده میشه تمام اختیارات شورای عالی صلح به چالش کشیده شده و این میره به انحصار 4-5 نفره که اونا با هیچ کس مشوره نکردن. حتی مشوره هم اگر کردن، لسته که تا جایی که من آگاهی دارم، لسته که دکتر صاحب عبدالله داده در لحظات اخیر او تغییر یافته. این خودش باعث از این میشه که ما متاسفانه با این مشکل روبرو شویم که این باعث تنش میشه، تنش زیاد تنش میشه و درازا کشیدن این پروسه میشه و بالاخره باعث از این میشه که در بیرون تصمیم گرفته شود تا که ما خود ما به یک تصمیم قطعی برسیم. آقای نبیل، این میزان اختلاف در تشکیل یک شورای مصالحه در بین افغانها چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر مذاکرات بین الافغانی وقتی که حتی یک همچین شورایی بدون اختلاف نمیتونه شکل بگیره؟ خب ما جدی تشویش همیست که
و شک را به وجود آورده که چرا یک مجموعه میخواهی را بس صلح را انحصار کنه و این مؤثرات بالا این پروسه مفته است که طالبان را بر حق نشان میده در مجموع و بالاخره این طرف صلح شکن نشان میده که در اون صورت بیم از این میره که خشونت ها بیشتر شوه و همچنان یک دیدگاه دیگه وجود داره که گویا اینا فکر میکنن که هر قدر یک جانب فکر میکنه به طرف حکومت یا دکتر صاحب اشرف غنی که اگر این پروسه به تعویق بفته تغییری که ممکن در امریکا یا بعد از انتخابات تغییر جدی در فکر و در ساختار نخواهد آمد و اونا مصروف مشکلات خود خواهد شدن و این پروسه را اینا میتونن که 4-5 سال خود پوره کنن. از طرف دیگه طالبا فکر میکنن خب از این فاصله باید استفاده از همی ببرن و پاکستان هم همی تلاش داره در اون صورت اونا هم به این تشویش هستن که در تغییرات در امریکا شاید باعث تغییرات در بحث هم شود. به او خاطر ما تشویش ما ایست که همچون حرکات باعث از این خواهد شد که صلح بیشتر از اختیار افغانها که یک گوشهش میتونه نجات بتن او هم بیرون خواهد شد. متشکرم. رحمت الله نبیل رئیس پیشین سازمان امنیت ملی افغانستان. خبرگزاری قوه قضاییه ایران خبر قطعی شدن حکم قصاص نوید افکاری کشتیگیر سابق تیم ملی را تایید کرده. این خبرگزاری همچنین گفته حکم دیگری که دادگاه انقلاب شیراز برای اتهام محاربه برای او و دو برادرش صادر کرده بود هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده. پیشتر گزارش شده بود که نوید افکاری در این پرونده به اعدام محکوم شده و وحید و حبیب افکاری دو برادرش به ترتیب به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. هم خانواده و هم سه برادر میگویند تحت شکنجه های شدید مجبور به اعتراف اجباری شدند، ادعایی که قوه قضاییه رد میکند. مریم افشان گزارش میدهد با این توضیح که این گزارش حاوی مطالب ناراحت کننده است. جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. نوید افکاری کشتیگیر جوانی است که به اعدام محکوم شده است. من مادر وحید نوید حبیب افکاری هستم. دیروز بی بی سی فارسی ویدیویی از مادر او منتشر کرد. خانم بهیه نامجو از شکنجه ها و فشار به سه پسر بازداشت شده و دیگر اعضای خانوادهش گفت. امروز خبرگزاری قوه قضاییه برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای آقای افکاری و تایید آن در دیوان عالی کشور را منتشر کرد. در گزارش این خبرگزاری آمده که نوید افکاری یک کارمند سازمان آب منطقه شیراز را به قتل رسانده. خبرگزاری میزان نوشته که مقتول بعد از فراغت از امور شغلی در حال بازگشت به منزل بوده که با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته، اما در این خبر به انگیزه قتل اشاره نشده. در جای دیگر به بازبینی فیلم دوربین مداربسته یک مغازه اشاره شده که به استناد آن نوید افکاری بازداشت شده است. در فایل صوتی جلسه دادگاه که صدای نوید افکاری شنیده می شود که بارها می خواهد که این فیلم دوربین مداربسته در دادگاه پخش شود. شما به عنوان قاضی میانه رو باید بین من و نمایندگانتون بشینید ببینید ایشون چه ادعایی داره. ادعاش ثابت کنه، من ادعام ثابت کنه. آقا قاضی، یه چی من به شما گفتم من قبلا. شما وقتی فیلم بازسازی صحنه یا فیلم دوربین موقعی اجازه بدید 23:32 دقیقه از دوربین موقعی گرفته شد. ایشون من مطمئن نمیدونه قضیه رو. فیلم دوربین موقعی رو نشون بدید. داره میگه 23:32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته. اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلم دوربین موقعی. دوربین موقعی چه رو نشون میده؟ پخش کنه که من ببینم ایشون. من رو میبارم در اینا ببینم. مگه شما مشکل دونی نیستی من ببینم؟ در فایل های صوتی که در اختیار رسانه ها از جمله بی بی سی قرار گرفته است، در یکی از جلسات دادگاه نوید افکاری در لایحه دفاعیش می گوید دستش به دلیل شکنجه در اداره آگاهی شیراز از چندین ناحیه شکسته. من شاهد دارم که دست من آقای عباس شکنده. شما بگید نه نمیشه، شاهد نمیاره. شاهد سرش رو شکنده مقدس اسلام به دست من آقا من دیدم دستش رو شکنده.
مشخص هم با چشم غیر غیر مسلم مشخصه. پزشکانه برای چی من شما من اعزام کردم؟ سوال من جواب بده. به چه دلیل من اعزام شدم پزشکانه؟ اما خبرگزاری قوه قضاییه میگوید ادعای شکنجه متهمان صحت ندارد. در این گزارش آمده که نوید افکاری وقتی هنوز در اداره آگاهی و احتمالاً تحت بازجویی بوده، در حضور وکیل تعیینی خود اعلام کرده که شکنجه نشده و به پزشکی قانونی نمی‌رود. آقای افکاری گفته که بعداً و در مرحله دادسرا اعلام کرده که اعتراف‌ها زیر شکنجه از او گرفته شده. فایل صوتی سخنان فردی که میگوید شاهد شکنجه او در اداره آگاهی شیراز بوده هم موجود است، اما ظاهرا شهادت او مورد توجه دادگاه قرار نگرفته. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فحشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتککاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزها رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودن هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تورنا نزنن تو سرش، که یکی هم امروی با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دسته نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. به گفته خانواده افکاری تا زمان تایید حکم در دیوان عالی این سه برادر وکیل نداشتند. قبل از آن هم تنها وکیل تسخیری در دادگاه حضور داشته. اما خبرگزاری قوه قضاییه میگوید که متهم در مرحله دادسرا وکیل تعیینی و در دادگاه وکیل احتمالاً تسخیری داشته. هر سه برادر میگویند بیگناهند و تحت شکنجه اعتراف کردند و بدون دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در روند دادرسی به طور غیر عادلانه محاکمه شدند. پرونده این سه برادر حکایت از روندی غیر شفاف دارد. با توجه به صدایی که از دادگاه در اختیار ما قرار گرفته به نظر می رسد که قاضی شهادت شاهد متهم را نادیده گرفته. نشانی هم از اینکه دادستانی مدرک و شواهد قطعی برای اثبات قتل به دادگاه ارائه کرده باشد نیست. سوالات زیادی مرتبط با این پرونده مطرح است. خواسته مادر متهمان برگزاری دادگاهی علنی با حضور وکلای منتخب آنهاست که دسترسی کامل به پرونده داشته باشند. مریم افشنگ، BBC. والی ولایت پروان در افغانستان میگوید بیشتر خانه‌هایی که در شهر چاریکار مرکز این ولایت بر اثر سیل آسیب دیده‌اند به صورت غیرقانونی در مسیر سیل رو ساخته شدند. در سیلاب‌هایی که هفته پیش در 14 ولایت افغانستان به راه افتاد، ولایت پروان با دست کم 138 کشته بیشترین تعداد قربانیان را داشته. در همین حال بعضی از سیل زدگان در این ولایت میگویند کمک‌ها بین همه آسیب دیدگان یکسان توزیع نشده. خبرنگار ما روین رهنوش به ولایت پروان رفته و در همین مورد این گزارش را آماده کرد. دامنه های تهدیدآمیز برای باشنده های چاریکار. از سیلاب مدهش 6 روز گذشت، اما در جاهای مثل این خطر سرازیر شدن دوباره آن بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. با دلیل آسیب پذیری ساحات مثل این، سیل از این کوه پایه ها شکل گرفته و به سمت پایین جاری شده. خانه هایی که در دو طرف این دره در بلندی موقعیت دارند مسئول ماندند، ولی این خانه اولین خانه است که در مسیر سیل قرار گرفته و اولین قربانیان سیل هم 7 گوسفندی بودند که زمان آمدن سیل در این نقطه بودند. هزاران خانه در مرکز پروان در مسیر سیل ساخته شده. آنچه یکی از دلایل بالا بودن تلفات و خسارات سیلاب های اخیر عنوان می شود. ما پلان استراتژیک شهر ساختیم، پروفولوی و تیره ساختیم، در همه ساعت بیسازی کردیم. اما قبل از ماموریت ما شده بود، کل خانه واقعا در مرز خطر بود، در سیل برا. کل خانه خود سر ساخته شده. در حال حاضر برنامه ریزی برای پیشگیری از چنین رویدادها برای دولت اولویت نیست. حالا هم کار ساخت و ساز در برخی بخش های این شهر دیده می شود.
ساخت و ساز غیر قانونی که هزینه اش را کودکان مثل گل روزه می پردازند. شانس آورده که شب سرازیر شدن سیلاب در خانه نبود. او خانه و همه پنج عضو خانواده از جمله پدر و مادرش را از دست داده. اگر خانه نداشته باشه از کنواله و دریا خانه اینا مکتب خوانده میتونه و مسجد رفته میتونه چیزی کجا زندگی کنه؟ دیگه پوشاک مکتبش، خوراکش، اکمالاتش، اینه می چیزا آینده شد. در چند روز گذشته کمک های زیادی به آسیب دیدگان سیلاب در پروان توزیع شده. شماره می گویند کمک ها عادلانه توزیع نشده. سیستم مافیایی جور شده، کسایی که واقعا یک وکیل است، یک وزیر است، یک رئیس است، فامیلای او واقعا یک چیزا برشان تماس گرفته میشه که شما فلانا جای تشریف بیارین، فلانا رئیس یا والی یا وزیر کمک کرده، به او میرسن. واقعا به ما چیز نرسیده و کاملا مردم پروان امیر تا گیلاس هم نداریم که چایی بخوریم، هیچ چیزی نمانده که اول کنیم بشیم. میان در خانه مردم هستیم، شایی بکشم بنا تقا میکنیم، روزی نیجا میم سر سنگ تا بیمونی چایی. والی پروان هر گونه دست برد و بی‌نظمی در توزیع کمک ها را رد می کند. در یک هفته گذشته، 14 ولایت افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب بود. آمارهایی که از قربانیان سیلاب ارائه شده هنوز نهایی نیست. به ویژه در ولایت پروان که برخی تاکنون موفق به پیدا کردن اجساد اعضای خانواده و نزدیکانشان نشده اند. روین رهنوش، بی بی سی، پروان. سال هاست که کودکان روستاهای سیستان و بلوچستان در آبهای برکه ها و رودخانه ها غرق یا طعمه تمساح ها می شوند. روستاهایی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و کودکان مجبورند برای آوردن آب به گودال های آبی که هتک خوانده می شوند بروند. سال گذشته هم قطع دست کودکی به نام حوا در حمله تمساح ها خبرساز شد. با این حال مسئولان میگویند کسی محتاج آب رودخانه ها نیست و حوادثی که رخ میدهد به دلیل بی احتیاطی خود ساکنان است. باران عباسی گزارش میدهد. هر بار که دست های کوچکشان را به سوی آب میبرند شاید بازگشتی در کار نباشد. تمساح ها اینجا در کمینند. کودکان محروم استان سیستان و بلوچستان ایران که برای قطره قطره این آب جان خود را به خطر می اندازند. مردم هزاران روستا که از آب لوله کشی محرومند. تنها آبی که برای آشامیدن و شستشو دارند آبهای آلوده گودالهایی است که هوتک خوانده می شود. آسیه یکی از این کودکان است که خواهرش حوا را از دهان تمساح بیرون کشید. ما گرفتیم، موش گرفتیم، بالاش کشیدیم، دستش گرفتیم. بردیم اووردیمش اینجا؟ آره. خون میمد از این دستش؟ آره. نه ترسیدین شما؟ ترسیدیم ولی خواهرم بود. اینجا آنچه گذشت را در تلویزیون دولتی ایران روایت میکند. یک شالی تو سرم بود، رفتم مثلا کشیدم، دستشو بستم، مثلا رفتم تمثال هم سب مثلا چند متر خشکی دوید که منو بگیره. شما نمیشین در این کنار آب و برکه؟ آب نداره چیکار کنیم، مجبوری بریم. دست تو بده من لطفا. هوا تو با این هیچ کاری نمیتونی بکنی ها؟ این دست اینقدر خشکه و اینقدر سخته. اما تنها حوا نیست. داستان دلخراش هوتک‌هایی که جان می‌گیرند بی پایان است. داستان آنهایی که یا طعمه تمساح‌ها شده یا هنگام آب برداشتن غرق شدند. خیلی دیگرا. یکی اسم زینب و همهش را خورده فقط سرش مونده. مسئولان اما می‌گویند مقصر خود ساکنانند. با وجود وسعت بسیار زیاد زیستگاه تمساح پوزه کوتاه و عدم امکان حصارکشی و ایجاد محدودیت، متاسفانه بی احتیاطی و توجه نکردن به علائم هشدار دهنده گاه موجب بروز چنین حوادث ناگواری می شود. وحید پورمردان اما توضیح نداد که چرا نمی توان اینجا حصارکشی کرد. برای بعضی روستاها
با تانکر آب می آورند. اما شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می گوید تجهیزاتش کم است و هزاران روستا از همین آب هم محرومند. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان می گوید روستاییان محتاج آب رودخانه ها و گودال ها نیستند. بی احتیاطی و آشنا نبودن به شنا موجب بروز مشکل برای کودکان می شود. حتما هوتک ها اشکال دارد. اما به عنوان استاندار می گویم امروز کسی از هوتک ها آب نمی خورد. آسیه اما می گوید حتی بعد از تجربه دلخراش قطع دست خواهرش چاره ای جز بازگشت به هوتک را ندارد. دیگه نمیرین سر آب؟ مجبوری مثلا نه کمبودی آبه که الان آب نیست ما میری. آب نیست. قصه کودکانی که از حداقل‌های زندگی محرومند. قصه دستان بریده و جانهایی از دست رفته کودکانی که تنها آب می‌خواهند. باران عباسی، بی بی سی. ما موفق می‌شویم. این جمله‌ای بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 5 سال پیش در چنین روزی در کنفرانس مطبوعاتی سالانش درباره راه دادن صدها هزار پناهجو به کشورش بر زبان آورد و امسال هم در همین کنفرانس بر درستی آن تاکید کرد. 5 سال پیش کسی تصور نمی‌کرد این جمله تاریخی شود. اما بعد از 5 سال آلمان کجا ایستاده؟ مریم انصاری گزارش می‌دهد. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. ما کشوری قوی هستیم و از پس این چالش برمی‌آییم. تابستان 2015، اشاره مرکل به هزاران پناهجویی است که روزانه وارد آلمان می‌شوند. انسان‌های گریخته از جنگ و شادمان از رسیدن به جایی که میزبانان در کمک به آنها با هم مسابقه دادند. جنگ سوریه، ناامنی و بی‌ثباتی در عراق و افغانستان صدها هزار نفر را راهی اروپا کرده. درخواست آلمان برای تقسیم پناهجویان در اروپا گوش شنوایی پیدا نمی‌کند و آنگلا مرکل در تصمیمی تاریخی چراغ سبز را برای ورود پناهجویان به آلمان می‌دهد. تصمیمی که در سال‌های پس از آن نیز جامعه و صدر اعظم آلمان را با پیامدهای خود درگیر کرد. تا پایان این سال ورود نزدیک به 750 هزار پناهجو در آلمان ثبت شد. اما هیجان اولیه برای پذیرفتن پناهجویان به تدریج فروکش کرد. بخشی از جامعه که در سکوت مخالف سیاست پناهجویی دولت بود، انعکاس ترس و تمایلات ضد خارجی خود را از بلندگوی احزاب پوپولیست و راست افراطی شنید. تنها در سال 2015 بیش از 1000 بار به کمپ‌های پناهجویی حمله شد. شب پایانی همان سال نیز ورق را به شدت به نفع تبلیغات نژادپرستانه برگرداند. تعرض گروهی از مردان مهاجر به زنان جوان در شهر کلن بحثی جدی درباره چالشی به نام اختلاف فرهنگی میان جامعه میزبان و مهاجران را دامن زد. مسائل پناهجویی مهاجرت چند لایه و پیچیده است. این را حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین میگوید. مرکزی که اعضایش در بسیاری از پروژه‌های دولتی و غیر دولتی برای جذب پناهندگان فعالیت می‌کند. راست افراطی سعی می‌کنه مشکل قامز و چند جانبه پناهنده و پناهندگی رو در چهره یک مرد تنهای خشن مسلمون که مرتب ارزش‌های این جامعه رو زیر پا می‌ذاره در بیاره و این چهره فیکتیو رو با این مشخصات منفی به کل مسئله پناهنده و پناهندگی تقلیل بده. مسئله ادغام فرهنگی یک چالشیه که با منشور و با دستور از بالا به اصطلاح قابل حل نیست. ضمن این که از ارزش‌های دموکراتیک به هیچ عنوان نمیشه کوتاه آمد، ولی در یک یا دو ماه هم قابل اجرا نیست. این یک پروسه موضوع اینه که آیا جامعه برای این پروسه خودش آماده کرده و این رو به عنوان بخشی از این باز شدن و آمدن نیروهای جدید در نظر گرفته یا نه. پس از تابستان داغ 2015 از شمار پناهجویانی که وارد آلمان شدند سال به سال کمتر شد. اروپا و آلمان حصاری محکم به دور مرزهای خود کشیدند. با وجود اینکه جنگ، ناامنی، فقر و بی‌ثباتی
در بخش‌های از خاورمیانه و جهان همچنان ادامه دارد. پروفسور هایوفون که استاد علوم سیاسی و کارشناس در زمینه تاریخ راست افراطی در آلمان معتقد است که کمک به پناهجویان در سال 2015 بزرگترین جنبش مدنی است که آلمان از زمان جنگ جهانی دوم به خود دیده. چرا این فضا تغییر کرد؟ بخشی از جامعه از قبل هم نسبت به مهاجران پیش‌داوری داشتند. حدود 20% جامعه آلمان ضد خارجی هستند و به محض اینکه فرصتی برای انتقاد پیدا کردند به سرعت فعال شدند. یکی از عوامل اصلی رشد نیروهای افراطی هم چرخش به راست شدید جناحی در دولت آلمان به رهبری هورست زیهوفر بود. حالا در مقابل وزیر کشور آقای زیهوفر خودش میگه که خطری که آلمان رو تهدید میکنه نه چپ افراطی، نه اسلام، بلکه راست افراطیه و اسناد و اطلاعاتی که در مقابلش قرار داره این رو به وضوح نشون میده. سه اقدام تروریستی با انگیزه های نجات پرستانه جامعه آلمان را تکان داد. ترور والتر لوبکه فرماندار کاسل، حمله به کنیسه یهودیان در شهر هاله و حمله به دو قهوه خانه در شهر هاناو. حالا تهدیدها نه فقط روی مهاجران که روی سیاستمداران به ویژه زنان سیاستمدار متمرکز شده. گلاله احمدی رئیس فراکسیون سبزها در شورای شهر برلین یکی از این زنان است که در ماه‌های گذشته بارها ایمیل‌های تهدیدآمیز یا به شدت اهانت‌آمیز دریافت کرده. اونا خطر بزرگی هستن. به اونچه در ماهای گذشته اتفاق افتاده نگاه کنین، خیلی ها به مرگ تهدید شدن. به نظر من مسئله پناهنده ها هم فقط یک بهانه است. دولت در زمینه جذب پناهجویان موفق عمل کرده. بخش بزرگی از پناهجویانی که سال 2015 به اینجا آمدن الان کار میکنن و بیشتر از 400 هزار نفرشون به دولت مالیات و بیمه میدن. خیلی هاشون در حال گذروندن کلاس های آموزشی هستن و خیلی ها به دانشگاه میرن. اما نیروهای پوپولیست از وسیله برای نفرت پراکنی علیه مهاجران استفاده میکنن. واقعیت اینه که عده اونا نسبت به گذشته بیشتر نشده، ولی اونایی که قبلا از دست دادن به خشونت ابا داشتن حالا پرهیزی از خشونت کلامی یا عملی ندارن. با شیوع ویروس کرونا، تبلیغات راست افراطی از روی پناهجویان به سمت مخالفت با محدودیت‌های دولت برای مبارزه با این بیماری چرخید. آمار اخیر می‌گوید از تعداد طرفداران حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان به شکل قابل توجهی کم شده. بخش بزرگی از جامعه آلمان با همه افت و خیزها همچنان پایبند ارزش‌های دموکراتیک است و بسیاری هنوز باور دارند که مرکل درست می‌گفت. ما موفق می‌شویم. مریم انصاری، برلین. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.